زرین محی‌الدین هستم. در ایران تهران به دنیا آمدم. تا 28 سالگی در ایران بودم. 4 ماه بعد از انقلاب 57، 14 اردیبهشت 1358 از ایران خارج شدم و الانم 43 ساله که در کانادا و در شهر تورنتو اقامت دارم. مدیر اجرایی یک کمپانی کانادایی هستم. 3 بچه دارم. 2 دختر و 1 پسر که پسرم در اینجا به دنیا اومده. ایران رو ترک کردم به دلیل اینکه میدونستم که این چیزی که امروز هستیم به سرمان خواهد آمد. و با توجه به اینکه 2 دختر داشتم و خودم هم به طور کلی آدم آزاده هستم، حاضر نیستم کسی حقم رو از من بگیره. و با همسرم، مادرم و 2 دخترم از ایران خارج شدیم. من همه چیز کانادا رو دوست دارم. به دلیل اینکه عدالت اجتماعی هست، فرقی به اون اندازه بین زن و مرد نیست. شما اگه سخت کار بکنین موفق خواهید بود. اگرم که امکانات نداشته باشین دولت در اختیارتون میذاره. مسائل پزشکیش بسیار عالیه، چون من پسرم در سن 11 سالگی سرطان خون گرفت و اون سرویسی رو که من از واقعا پزشکان، نرسا و خود بیمارستان گرفتم اصلا برام قابل تقدیر تا به امروز و هیچ وقت فراموش نمی کنم. ولی خب همیشه یاد مملکتم هم هست. میشه به موام سمیرا؟ وای نکن. 3 فرزند دارم که 2 هم جنسگرا هستن. دخترم رو اول اینو بگم که موقعی که بچه بود این بیشتر با پسرها بازی میکرد و همیشه هم دوست داشت، وقتی بچه بود دوست داشت که لباس پسرونه بپوشه. ما یه موزلی که داشتیم موقعی که میخواستیم بریم جایی، با اینکه کوچیک بود همیشه من مشکل باش داشتم که اون لباسی که رو من میخوام تنش کنم، اون لباسی که خودش میخواست تنش کنه، که همیشه هم لباسهای پسرونه بود. و بعد از 14 سالگی من یک کمی احساس کردم که شاید که بیشتر گرایش داشته باشه به اینکه با دخترها باشه. اونم به این دلیل بود که دوستی داشت که در اینجا بود، دبیرستان، و وقتی که اونها رفتن به مملکت خودشون خیلی ناراحتی کشید. و ما همون سال همسرم گفت که این میخواد بره پلو دوستش و بلیت میگیریم بره، که این رفت پلوی اون دوستش. اونجا به قول معروف من یک احساسی به هم دست داد. بعد همینطوری ما پیش رفتیم. نه اون چیزی به ما میگفت، نه ما چیزی به اون میگفتیم، ولی این تو مغز من همطوری کار میکرد. بعد با یه کسی رفت زندگی کرد و دیگه من برام مسجل بود، ولی اون صحبتی نمیکرد، منم صحبتی نمیکرد، تا بالاخره که به هر حال دیگه یه طوری شد که خود من همه به همه معرفی میکردم که مثلا پارتنر دخترمه. نه اون نیست، اون اینه. پیاز نیست، این سیره. نه پیاز. پسرم سن دبیرستانی بود. من یه احساسی باز خودم داشتم میکردم اینا و تا اینکه به من گفت که من میخوام با دوستام برم مسافرت. گفتم کجا؟ یکی از جزایر میخواست بره، جزایر کارائیب. گفتم یعنی چی میخوای بری؟ با کی؟ من میخوام بدونم کیه اینا. بعد رفتیم زیر زمین که چمدون بیاریم، اونجا منو بغل کرد، شروع کرد گریه کردن و گفت که مامی ام گی. که در اون لحظه من دیگه هیچ حرفی نزدم، فقط بغلش کردم، بوسیدمش و گفتم که مهم نیست تو هر چی هستی، تو بچه منی. یه برادرت هم چند تا ماچ بده، خیلی دلش برادرت. همسر من آدم خیلی توداری بود، برعکس این که من خودم همه چی رو نشون میدم، اون خیلی تودار بود. ولی قبول کرده بود، چون به هر حال هم دوست دخترم رو و هم دوست پسرم رو که می آمدن
منزل ما به هر حال میدونست دیگه، ولی هیچ وقت صحبتی راجبش نکرد. برمیگردم به زمانی که ما تو ایران بودیم. اون زمان دو تا ازدواج همجنسگرایی در ایران اتفاق افتاد که همه روزنامه هم نوشتن. خب این یه بک‌گراندی برای من بود از جهت اینکه یه همچین چیزی هست و کسایی هم بودن که خیلی موفق بودن. بیژن صفاری بود و سهراب محوی و خاطرم نمیاد کیوان خسروانی پارتنرش یادم نیست که کی بود. اینجا هم که آمدیم خب دهه 80 خیلی این صحبت اینجا بود. میتونم بگم اول دینایله، یعنی شما میگی میبینی هست ولی میگی من دارم اشتباه میکنم. من یعنی دیگه برام مطمئن شدم وجود داشتن بچه‌ام برام خیلی مهمتره و دوم اینکه اون چی میخواد که اون خوشحال باشه. چیرز. سلامتی نوش جان. یه چیز مهمی که ما بهش توجه نداریم، ما همیشه میخوایم خواسته های خودمون رو به بچه هامون تحمیل کنیم، هیچ وقت به گوش نمیدیم اونا چی میگن و اونا چی میخوان. منم بچه‌ام میدیدم که در این راه خوشحاله، باید به خودم بقبولونم که خواسته این اینه و من باید بهش احترام بذارم و هیچ فرقی برام نداره. واقعا شما یه همچیزی دیدین؟ تا من حرف میزنم میگه که معلومه که بچه یه دونه هست. آره من که فکر کنی دنیا دور خودت میچرخه. ببینم واقعا زبانم قاصر از هر حرفیست. من نمیدونم قاصر کیه. من اولی که آمدم به تورانتو یک دوست عزیز و نازنین آشناییم داد، از اینجا شروع شد. 100% از لحاظ سیاسی با من اختلاف سلیقه داشت، هم خودش هم شوهرش، ولی یکی از افراد تاثیرگذار تو زندگی من هستن و من خیلی هم همیشه یادشون هستم چون هر دوتایشون از این دنیا رفتن. اونها به من میگفتن زرین بانو یا بانو زرین. بچه ها نام بانو رو از اونجا گرفتن و روی رستوران گذاشتن. آقای سالار ممتاز نماینده محترم مشهد دامال اقباله. یعنی چی دامال اقباله؟ یعنی اقبال یعنی فکر کنم سرنوشته، یعنی سرنوشت خوبی داشته باشی. زمان قاجاریه مردم فامیلی نداشتن، هیچ کس فامیلی نداشت، اشراف لقب داشتن، بقیه هم اسم اول بود. اگر آها که... یعنی شما مثلا اسم چی بود؟ اسم من که اصلا زنا اسمشون نمی آمد. آها برای همین رو اتوبوس بابا میگفت، بعضی وقتا میگفتن مادر علی. آها زنم اگر میخواستن صدا کنن به اسم پسر اولش صدا میکردن. پسر نداشت مادر چی؟ مثلا پسر نداشت چی؟ هیچی دیگه، اصلا نه خودش نه دختراش فایده نداشت. کسایی که مصدر کار بودن پادشاه بهشون لقب میده. این یکی از اوناست که به پدر بزرگ که بابای من باشه دادن، زمان قاجاری است. برای اینکه کار خوب انجام داده لقب سالار ممتاز داد. بعد وقتی که رضا شاه اومد گفت این لقب ها همه باید بره، فقط باید فامیلی باشه. اینم مال پدر پدر بزرگ منه. چون باباش فوت کرده شغلشو دادن به پدرش. ماهی 40 تومن هم حقوق میگرفته. اینجا نوشته 40 تومن حقوق؟ بله 40 تومن بابت مواجب پدرش در حق اون مرحمت. و چی فرق بگیم؟ اینا رو کی؟ مامانی اینا رو چیز کرده؟ یعنی ننداخته بیرون؟ بهترین چیزی که ممکنه در زندگی یک پدر و مادر اتفاق بیفته اینه که با بچه هاشون دوست باشن، به بچه هاشون دروغ نگن، از بچه هاشون چیزایی رو نخوان که بچه ها مجبور بشن بهشون دروغ بگن. و ما پدر مادرها هستیم که باعث میشیم بچه هامون بهمون دروغ بگن، چون ما نمیخوایم خواسته های اونا رو بفهمیم چیه. ما متاسفانه جامعهمون نسبت به اینکه مردم در مورد ما چی صحبت میکنن تمام زندگی ما رو گرفته، ولی هیچ وقت فکر کردیم اگر بچه ما یه اتفاقی براش بیفته
کی میاد دست ما رو بگیره؟ اگر ما بی زندگی و همه چی میشیم، کی میاد دست ما رو بگیره؟ چرا ما باید زندگیمون بر اساس حرف مردم باشه؟ مسلماً یک مقدار زیادی که این دست و پای جامعه ایرونی گرفته شده به دلیل اینکه بقیه چی میگن. ولی ما باید بچه هامون از هر چیزی برای ما مهمتر باشن. بچه های ما میوه زندگی ما. باید به بهترین وجهی از اونا نگهداری کنیم و به خواسته هاشون احترام بذاریم. باید فکر کنیم که ما وقتی در سن اونا بودیم چی میخواستیم؟ چرا باید از بچه هامون بخوایم که از بچه هامون بخوایم مثل ما فکر کنن؟ آخه اونا هنوز به اون سن ما نرسیدن. اونا هنوز تو اون جوانی که ما بودیم بودن و هستن و باید به اون احترام بذاریم. پس چی داشت توش؟ من خودم از بچه هام خیلی راضیم و خیلی خوشحالم با بچه هام. در درجه اول بچه های من خیلی انسان های خوبی هستن و اون از هر چیزی به نظر من مهمتره. بعدم به هر حال همشون در کاری رو که علاقه دارن موفقن و زحمت هم دارن میکشن. امیدوارم مادر پدرهای ایرانی فکرشون رو باز کنن و ببینن که دنیا چه جور میچرخه و با دنیا جلو برن، نه عقب گرد داشته باشن.